برو پایین از ماشین من سر تو. برو پایین. اول من واسه خودت میگم. اینجا که کسی منو نمیشناسه. یکی تو رو ببینه برات بد میشه. برو به هر کی بخواد ببینه. گور بدار مردم، گور بدار من، گور بدار تو. از ماشینم خواهش میکنم، برو پایین از ماشین. تینا من این کار نکن. تینا من میمیرم. تینا من خودکشی میکنم. اون وقت از عذاب وجدان نمیذاره یه آب خوش از گلوت پایین بره. طوری نشده که من خودم همه کار را راستوریست میکنم. چی را راستوریست میکنم؟ تینا تو این زنم بودی، این زنم بودی، همه لحظات زندگی اون باید مبنای تو. تو ذهنم ترسیم کردم، من از زندگی بدون تو رو نمیتونم تصور بکنم. برو پایین، برو پایین بهت میگم. گم شو از ماشین من، برو پایین. یعنی اینقدر غریبه شدیم؟ تو همونی هستی که میگفتی عاشقتم؟ اینقدر دمدمی مهساد شدی که معیارات تغییر کردن؟ آره تینا؟ معیارات تغییر کردن؟ تینا معیارات تغییر کردن؟ سعی نکن آدمی که تصمیم نهاییش رو گرفته منصرف کنی. من تصمیم نهاییمو گرفتم. این رابطه اصلا نباید شروع میشد. نباید اینجوری جون میگرفت. نباید اینجوری. سعصان درو خدا تمومش باید. من دیگه توانشو ندارم، دیگه جونشو ندارم، به خدا خسته شدم، خسته شدم. میفهمی؟ بیا میرم کتابه، خواستم بندازمش آشغالی ولی نتونستم. برو پایین از ماشین من، برو پایین. Yeah.
ببخش میشه؟ بله بفهم. شما ورزش حرفه‌ای کار میکنی؟ نه خیر. چطور؟ همجوری؟ من اصلا میونه خوبی با ورزش ندارم. من خاطر تناسب اندامتونه گفتم. ببین بذار خیالتو راحت کنم. من گوشم از این حرفا پرم. خوشبختانه خیلی هم خوب میدونم تا این تعریف و تمجید قرار به کجا ختم بشه. پس راحت حرفتو بزن. ببخشید من نمیدونم تجربه شخصی شما هلوشه چه مسئله میچرخه، ولی منظوری نداشتم. اصلا ربطی به تجربیات شخصی من نداره. قصد یکیه، فقط نوع کلماتی که با هم فرق میکنه. این من اگه از شما خواسته ای نداشته باشم خلاف جریان آب عمل کردم. همین الان که داری بحث رو ادامه میدی دلیل بر اثبات حرف من. نمیدونم شما دوست مومنی؟ آره خیلی با هم رفیقیم. شغلتون چیه؟ ببخشید من معذرت میخوام اینجوری بهتون میگم، ولی میشه از این کلمات جمع استفاده نمیکنید؟ یه ذره کلماتتون مفردتر باشه. نمیدونم حس معذبی به آدم دست میده، حس دوری به آدم دست میده. من همه زنهای زندگیم به خاطر همین کلمات ازم دور شدن. عرض من روزنامه نگارم. خیلی شیکی آقای روزنامه نگار. بریم پایین. بفرمایید. البته شما اول. بله اگه بهتون بر نمیخوره، اگه ناراحت نمیشین، نظرم تو بهترین آدمی هستی که تا حالا باش هم صحبت بودم. همیشه خانم ها وقتی باشون حرف میزنم نمیدونم تو اینجوری نیستی. فکر نمی کنم این ربطی به من داشته باشه. فکر کنم از مخدریه که مصرف کردی. نه من مخدر اصلا دوست ندارم. اصلا بلد نیستم مصرف کنم. پس روزنامه نگارو فقط بلدم مخ دیلیت کنم. بیا به نظرم اینو تست کن. چیه این؟ این ماشرومه. ببین اینجوری میچسبونی سقف دهنت. خب بعد صب میکنی خودش یواش یواش آب میشه. الو چقدر جنبت پایین داره. چه کوفتی بود سرم شدن زه دیگ. ادمان جنسش رو برده. راه اثبات خالصیش اینه که ببینی اصابت داره اینه یه آدامز کش میاد. کجا میخواه الان ببینم؟ دوست جونجونیت مرخصی نمیده به دیدی تو هم بالاخره پوستت رو انداختی دور. آقای متفاوه پوست چیه؟ یکی اصلا نمیدونی باست چی میخواه ببینم ات. برو بابا همه مردا عین همه. امروز رفتم جیکوپی که تو در آوردم. تو زن داری. منم از مردای زندان متنفرم. الانم اگه زنگ زدم فقط خواستم ببینم سرپایی یا نه. ببین تو هم همیشه نشه کن، چون نشگید که میپره گند میزنی به همه چیز. عصری میام شرکت ببینمت. خدافظ. با من کاری نداری؟ نه خیلی ممنون. راستی یه خانمی دمه در منتظرتونه، بگم بیاد تو. بگو بیاد. با اجازت.
سلام. سلام. چطوری؟ خوبم. چطور اینجا؟ میگفتی بیرون قرار بذاشتی. برات بد شد؟ بد که نه، ولی دختره اینجا همه جاسوس جکام هم. اینی که داشت باد لاس خشک میزد چی؟ اینم جاسوسشه؟ عجب جاسوس شیکی. بیچاره چکامه مار تو آستینش پرورش داده. چرت نگو آیدا. کور که نیستم. دیدم چجوری واسات قش و ضعف میرفت. الان دارم دلیل بی‌توجهی‌هاتو غیب شدنتو قشنگ میفهمم. بس کن. یه خبطی کردی بدون اطلاع اومدی اینجا. حالا داری سفسطه میکنی. اگه از جنابالی خبری شده بود که کرم نداشتم باشم بیام اینجا. حال چه نمیدی دکتر؟ رخ میکنم. از این دکترهای دندون پزشکم متنفرم. ولش کن. حرفتو بزن. اینجا نمیشه. بریم بیرون. الان؟ من 1000 تا کار دارم. چند تا قرار گذاشتم. پس عصر بیا همون کافه همیشگی. یه چیزی شده من حتماً باید با درمیون بذارم. باش. سه شنبه من. باشه باشه. سه شنبه. سه شنبه. فقط حواست باشه که من به نیما پیامک میدم. شما دیر نکنید دیگه. حالا میشه مسیر به خودتون داره دیگه. میشه راجبش به حفظ کرد و شروع کردش. من به نیما پیامک میدم. شما دیر نکنید دیگه. حالا اونش هم بستگی به خودتون داره، ولی میشه راجعش بحث کرد. شور گذاشت. خیلی خوب. خیلی خوب. بیدار شدی؟ سر صدای تو مگه میذاره آدم بخوابه؟ با کی حرف میزدی؟ میوه میخوری؟ پرسیدم با کی حرف میزدی؟ نیما. حدس میزدم. برده سرایی که دفعه قبل سر کار این نیما کشیدی کم بود؟ باز حزب و حزب بازی؟ ساسان یادت نیست دفعه قبل به گوه خوردن انداختنت؟ فقط یه جلسه ساده است همین. همین جلسه های ساده آخر طور بیچاره میکنه. شستم اونا رو. آره میدونم. بچه‌ها می‌خوان یه وبلاگ را بندازن. شاید هم بخوان نشریهش بکنن. یه جلسه در همون موضوع گذاشتم. همین. اینقدر ترسو نبودی تو. راست میگی. من ترسوام. برو با همونایی که ترسو نیستن انقدر ادامه بده تا بیچارت کنه. جلسه ساده است. بفرما. نمیخوام. تو هم انقدر سردی نخور. یه پرتقال پوست بکن بخوری. ساسان جونم عصر بریم بیرون. شاید شام هم بیرون خوردیم. خیلی وقت دوتایی نرفتیم بیرون. نه نمیتونم. بعد برم خونه نیما. اینا آنتنشون ریخته به هم. جهت ترکشون کلن پریده. کلی کار داره. بکنم دیر وقتم برسم. تو با دوستات برو بیرون. نه حوصله ندارم. هم میرم دوش بگیرم. چی شد؟ حالا هی سردی بخور.
روحانی. خانواده ایرانی دیگه هستم. این که تو این دور و زمونه هنوزم دخترهایی پیدا میشن که به جای آرش این مسخره بازی ها به فکر کتاب و فرهنگن غنیمته. تو این کتاب بخون، یه نمایشنامه فوق‌العاده است در انتظار گودو. اگه نظر منو بخوای بهترین کار ساموئل بکت همینه. جدی نمیگی؟ ببین برادر، من فکر میکنم شما منو اشتباه گرفتی، اجالتاً به کادونم زدی. این کتابا رو میبینی اینجا؟ من از همه‌شون متنفرم. عوضش عاشق آرایش و آرایشگاه و سولاریوم و اینا. سولاریوم میدونی چیه؟ عمرن اگه تو بدونی سولاریوم چیه. یه پیشنهاد برات دارم. این که عوض اینکه اینجا وایستی بخوای مخ منو بزنی، بری به کارت برسی. خب منم نیومدم اینجا این کتاب چرت و پرتا رو بخونم که. منتظر یکی از دوستام. گفتی این چی بود؟ در انتظار؟ در انتظار گودو. در انتظار گودو؟ بیا، این کتاب در انتظار گودو مال خودت، بعد بودو برو اون بر. یا همینجا وایستو من میرم اون بر. خدا بس. خدا. سلام. سلام. ببخشید معطل شدی. خواهش میکنم. معطل که نه، ولی یه ذره چون به این قرار این شکلی عادت ندارم یه ذره کوچولو اذیت شدم. آره؟ آره ببینم اینجا وایسی یا بریم بیرون. نه اینجا که کاری نداریم، فقط من معطلت کردم بعد یه کتاب برات بگیرم. خانم ببخشید. ببخشید. آخرین انار دنیا رو داری؟ ببین من کتاب نمیخوام. من اصلا نه اهل کتاب خوندنم، نه حوصله‌شو دارم، نه خاطرشک علاقه‌شو دارم. ولی اینجا خیلی جای باحالی بودا. آره من دوست دارم. چون چند دقیقه اینجا وایسادم یه سه چهار نفر اومدن مخم بزنن. من فکر کنم روزایی که حالا حوصله ندارم. اصلا نه دست شما درد. رویم عوض شه. دو سه نفر آشنا شما، نظر شما چیه؟ به من که کلا کسی توجه نمی‌کنه. چه بیام اینجا چه نیام. ولی شما توجه می‌کنید. چه شما اینجا بیاین. یادگاری. یادگاری دیگه. چه نیایی. ببین من گفتم من واقعا کتاب نمیخونم. اینو همینجوری که دادی همینجوری میبرم میذارم تو کتاب خونم. فقط اگه یه روز ازم متنفر شدی بیرون نندازش. پس بده به خودم. بفر. میخوای تو بیاریش؟ من بیارم. پس آن همه سال در چشمان تو میگشتند همه گنجشک های غایب کتاب فارسی اول ابتدایی. این امضای خودته؟ بعد توی ساسان. خیلی خوبه، هم شعر عالی بود هم امضا. مرسی از کادای زیبات. خواهش میکنم. مرسی که اومدی. خواهش میکنم. خب های ساسان من در خدمتون هستم. خب میگم آنم نرو، برو سر اصل مطلب. تو میدونی رحم جایگزین چیه؟ بله، چرا نباید بدونم چیه؟ این خواننده بود، اسمش چی بود؟ بیانسه. بیانسه هم همینجوری بچه دار شد دیگه نه؟ اسم زن من مهریه. خب؟ بچه نگه نمیداره، در واقع رحمش لیزه. اوائل که اصلا حامله نمیشد، این چند باری هم که حامله شد آخریا بچهش انداخت. اشکالی نداره، حتما کیس داره. الان 70% از خانوما کیس دارن. یه دکتر خوب ببریش مطمئنه. نه نه نه، دکترا میگن اصلا مشکلش تو تشکیل لقا نیست، مشکلش تو زهدانه. و طبیعتا منم به رحم جایگزین داشتم فکر میکردم و دیدم بهترین گزینه شاید تو باشی. میخوام عقد رسمیت کنم. رابطه، حتی رابطه هم نه، فکر کردم به مردی که محدودیت داره بزرگترین اشتباه یه زنه. ببین هومن، تو روزایی سر رام قرار گرفتی، اومدی تو زندگیم که تازه از حسام جدا شده بودم. اوضاع روحی خوبی نداشتم،
خیلی کمکم کردی. ولی منم کم اذیت نشدم. به خاطر تو بچه‌مو از دست دادم. فعالیت حزبی کردم. پذیرفتم زن صیغه‌ایت بمونم. منتی سرت نمیذارم. هرچی بین ما بوده به خواست هر دومون بوده. ولی خیلی مسخره است تو این وضعیت فقط و فقط من اذیت بشم. بعد بازم این احمقا منتظر ببونم هر وقت دلت خواست بیای پیشم. خودم خواستم، اعتراضی ندارم. ببین یه چیزی شده، گفتم بدونی بهتر. حسام برگشته. الان یه ماهه. چند بار امیرحسین رو دیده. دفعه آخری یه سری سالای مشکوک ازش پرسیده. فکر کنم بخشی از جریان رو فهمیده. نگران نشی، آمار تو رو هم گرفته. گفتم شاید بیاد سراغت. بعیده، ولی خب بدونی بهتره دیگه. چجوری برگشته؟ نمیدونم. به امیرحسین گفته ماموریتش تموم شده. گفته شاید دوباره برگرده. نمیدونم. امیرحسین گفت بی مقدمه از تو پرسیده این که شماره تو داره یا نه. مواظب باش دیگه. خب نگران نباش، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. با نفوذی که اون داره خیلی راحت میتونه نسخت رو بپیچه. کمه کمش اینه که از کار بیکارت کنه. حالا هم کلید کرده امیرحسین رو با خودش ببر. براش معلم سرخونه گرفته، فشرده، آلمانی یادش بده. کاش آدم ها میتونستم مثل کرمه با روش دونیم شده که تولید مز کنم. دیگه اینجوری به این روات چندش آوریش نیازی نبود. نگران نباش. آخ ببین، برای اسپری آوردم. لیدوکاین. مرسی. بفرمایید. خیلی خوشحالمون کردین اومدین. خواهش میکنم. با شیرینی میل کنین. ببخشید، من هرچی کمتر بخورم بهتره. من هر روز دارم چاق میشم. شما که ماشاءالله لاغرین. بعدم تا 13-14 کیلو اضافه وزن تو دوران بارداری طبیعیه. خیالتون راحت. من چند تا کتاب در این مورد خوندم. گفتم بد نیست شما هم بخونین. بفرمایید. حالا چه عجله‌ای بود؟ وظیفه است. ممنون. خب تا شما میل کنین من میز شامو بشینم. ببخشید کلی افتادیم تو زحمت. واسه دارم میریزم. نه بابا، این چه حرفیه؟ تعارف میکنی؟ ساسان واسه تینا جون جوجه بذار. نه نه، کافی همین سالاد کافیه برام. فکر میکنم جا خورن. تو فرم بیمارستانتون فکر میکنم نوشته بودین. جالبه، ولی فکر نمیکنم تو تایم بارداری مناسب باشه چون بدنتون به پروتئین نیاز داره. بله من البته بابام اونه که گیاهخوارن میتونن در واقع یه سری موجودات دریایی بیمهره رو بخورن دیگه، مثل صدف و میگو و اینا رو که پروتئین کم نداره بدن. درسته؟ من نشنیده بودم. باید پروتئینش بگیرم. نشنیده بودم. فکر کنم ما هم مجبوریم آخر همین کار کنیم. من که دست تنها نمیتونم. ساسانم که شبا خونه نیست. نمیدونم میدونی یا نه. شبا میره نصف ماهواره. درآمدی هم نداره. همینجوری. ساسان جان.
میشه خاموشش کنی؟ زن حامله تو این خونه سا؟ نه نه اوکی، بذار راحت بشن دیگه. هوای تهران انقدر آلوده است که دیگه سیگار کشیدن ایشون فرقی نمی کنه. فکر کنم بهتر ما بریم تو اتاق. من خاموش میکنم. یه کاری هم باهاتون داشتم. الان 11 سال از زندگیمون میگذره. 4-5 سال اول خودمون نخواستیم بچه دارشیم، ولی بعدم که خواستیم خب دیگه نشد. هرچی دکتر معرفی کردن، هر کاری گفتن کردیم. دوبارم حامله شدم ولی بچه نموند. دیگه داشتم ناامید میشدم، گفتم من دیگه نمیتونم مادرشم. اصلا باورم نمیشد این اتفاق بیفته. الان خیلی خوشحالم، میتونم بچه‌م رو لمس کنم؟ آره عزیزم، زودتر میگفتی، بده دستتو. خوبیه، کاش ساسانم. من یه تصمیمی گرفتم، حتی هنوز به ساسانم نگفتم. میخوام بچه‌مو اگه دختر شد اسمشو بذارم تینا. اینجوری ناخودآگاه هر وقت صداش میکنن یاد تو میفته. مرسی عزیزم. سابقه درخشانت نبود که اینجوری خرابش کردی. خسر دنیا و آخرت شدن همینه دیگه. از چه زمانی باشون همکاری داشتی؟ من پست سازمانی نداشتم، بیشتر هوادارشون بودم. هوادار؟ صحیح. دوستت ساسان انصاری چطور؟ اونا اینه. من این قضیه نشریه یه داستان دیگه ای داره، یه نوع کار انسان دوستانه است که مردم یاد بگیرن رضایت بدن، گذشت کنن. خیلی جا موفق شدیم. درباره آیدان محسن نژاد حرف بزن. چی بگم؟ یه رابطه از اساس اشتباه. به نظرت چه آدمایی تو قتلش دخیل بودن؟ اصلا بیشتر من. بیچاره داشت زندگیشون میکرد. نمال انقدر اون چشه تو. بابا هی میپره این پشت پلکم. ببینم اینجا دست نزن بهش. عصبی میشم اینجوری میشم. عصبی نشو. میشه؟ آره من اونو میخوام. کدوم؟ اونا اون وای عاشقش شدم. این که در قزله؟ آره. ببین قیافش خیلی خطرناک میزنه. چرا؟ بسه خود این یارو بیاد یه دونه همچه آرومشو بهت بده. نمیخوام. آقا جانم ببخشید، میشه یه اسب مناسب به خانم بدین؟ همونو میخوام. الان این مردنی شما من میده. من نمیخوام. خانم کدام انتخاب کرده؟ ببین چقدر اصیله. دست و پاشو ببینی، من یه جایی خوندم اسب اصیل و از دست و پاش میشه شناخت، مگه نه؟
همین اسبی که خانم انتخاب کرده حرف نداره. خیلی خوبه. نگاه هیکلش نکن. این بچه رامه. حرف نداره. این دست آموز خودمه. خودم بزرگش کردم. وای. میام یارو خودش هم همین دست آموز کشیدم. آقا این نژادش به کجا میرسه؟ این دخونه. یه رگش خارجیه، یه رگش هم برمیگرده سمت ترکمن خودمان. کدام اصلا انتخاب کردین؟ همین. همینه؟ آره. اسمش چیه؟ این امپراتوره. امپراتور؟ اسمشو گذاشتین امپراتور؟ دیگه از من حساب نمیبره. حساب میبره خانم. فقط مراقب باش وقتی سوارش شدی پاد به بغلی پاش گیر نکنه. چرا؟ خب به هر حال اسبه چون بارداره. آیدا خیلی تندش نکنی ها. نه واسم هست. بعدم این آقا میگن خودش مسیر رو بلده. چیه؟ چرا اینقدر تو فکری؟ خوش به حال شما پول دارا. هر روز اسکی و اسب سواری و تو مگه بی پولی؟ متوسط رو به بالا، یعنی فاجعه. یعنی نه اونقدر بدبختم که نفهمم چی به چیه و نه اونقدر پول دارم که دغدغه زندگی نداشته باشم. این یعنی تو برزخ بودن. شاید شرایطت خیلی خوب نباشه ولی میتونست از این بدتر هم باشه. میتونستی مثلا یه گربه متولد شی یا یه اسب باردار مثلا. ولی همین که یه انسان متولد شدیم این خودش خوبه دیگه. باید کلا اونو بنازیم بالا. شاید اسب باردار بودن از انسان بی پول بودن خیلی بهتر باشه. یه اسب باردار چه میفهمه بی پولی یعنی چی؟ چه میفهمه پوست خراب یعنی چی؟ طبقه متوسط رو به بالا رو به پایین چه میفهم آخه؟ نگران نباش درست میشه. پیشگویی میکنی؟ پیشگویی؟ تو راستی میدونستی ساس هم پیشگویی میکنه؟ نه. راستی تو متوجه شما هستی؟ شهریور. این زندگی عادی ارزنیه. اول دختر گل بابا، بعدش هم شوهر میکنی، میری خونه شوهر دیگه، مدت این آدم زندگی میکنه، بعد فیل دیاد انسان میکنه. ای وای حقوق اجتماعیم چی شد؟ ای وای زندگی من به هدر رفت، نصف زندگیم رفت. چه میدونم خونه شوهر اینه زندانه، چه میدونم سیستم بردهداری، همتون عین همین. عینم. ممکنه یه جایی با هم دیگه فرق کنین ها. ولی اول و پایانش کپی پیست. عین هم دیگه. ماشاءالله قربونش برم چینی و ژاپنی و ایرانی و آمریکایی و اروپایی هم نداره. همتون انگار از روی یه قالب زدن. دقیقا به یه سن مشخص که میرسی یارتون میفته موهام داره سفید میشه، پوستم داره چروک میشه. بابا زندگی مگه تضمین داده شما هیچ وقت چروک نشین؟ مگه تضمین داده همیشه صاف بمونین؟ هیچ وقت پیر نشین؟ مگه مردم پیر نمیشن؟ خاک تو سرتون کنم. همه مشکلتون همینه که همیشه دنبال تفکیک زن و مردین. بس اساساً خسته نمیشی تو؟ فکر کنم مخاطب روزنامه‌تم همینجوری میگی میری. باشه بابا، دنیا مال شما. اصلا فقط شما حق دارین زندگی کنی. ببین یه کلمه حرف آدمو به کجا میرسونی ها؟ تو یه کلمه حرف زدی؟ تو صبح تا شب داری تو خونه نق میزنی، راه میری میگی موهام سفید شد، پوستم چروک شد. کجا حالا؟ دارم شام درست میکنم. کار دارم دیگه، کار دارم. ساسان تو قول ندادی دیگه نری؟ من خودم هم دوست ندارم. همش همینو میگی. خب چیکار کنم؟ چرا با سفارش میگیری؟ برای اینکه پول در نمیارم. برای اینکه پول لازم داره این زندگی. برای اینکه روزنامه نگاری پول در نمیاره. برای اینکه 20 میلیون تومن بعد بریزیم تو جیب نکنه رحمشو داده به ما. ببخشید من چند روز سرما خوردم. آخ وای من عاشق این موزیکم. مایلی سایرس گوش دادی آهنگشو؟ خودم گذاشتم دیگه. من آقا یه موقع شبیه شیم. من؟ آره. آره چرا همه میگم؟ من عکسش هم دیدم اصلا هیچی شبیه من نیست. این تا قیافه تو یه جوریه که یه ذره آرایشت تغییر بکنه، یه ذره موها تغییر بکنه، قیافه شبیه هر کسی ممکنه بشه. هر کسی دیگه. مثلا کی؟ مثلا یه ذره رنگ چشات فرق میکرد، یه ذره هم چاختر بودی شبیه کیم کارداشیان چیه؟ کیم کارداشیان دیگه اصلا نظر میشه. چرا اینجا قرار گذاشتن؟ چیشی؟
من فکر کنم موزیکش هم یه ذره مناسب شام نیست. نه بنده خدایی میگفتش که بدبختی اون نیستش که آدم سیاسی ظالم باشن، بدبختی اونی که آدم سیاسی موتزارت نشنیسن. ما آخر نفهمیدیم شما چی کاری، نصاب ماهواره، شاعری، روزنامه نگاری، توریستیان سیاسی. تو خود تکلیف ما رو روشن کن بگو چی کاری. عاشقم. چی میخوایی؟ عاشق اصلا دیگه. آقای عاشق، من یه خبری براتون داشتم. من فکر میکنم دوستاتون ما رو سر کار گذاشتم. ابو بابا ساعت هم نداری اینجا، بدقول نیست رئیسه. چرا یه ذره که میکنم بدقول. ببینم تو با مومن چجوری آشنا شدی؟ چون کاراتون رفتی برای نداره. خیلی وقت رفتم، مثلا یه بخشی از پول نشریه همون اون تعمیم میکرد. To my mind, the aim is. سلام. چه عجب برداشتی؟ گرفتارم. تو چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ هیچی. از سر بیکاری داشتم تلویزیون دوی 400 متر مردا رو میدیدم. همینه دیگه. ما مردا همه اون دعوا رو دویدنیم. دویدن و فرار کردن. چرا پیامکمو جواب ندادی؟ نمیدونم اونی که پیامک رو اختراع کرد اصلا به این فکر کرد اگه پیامک آدم بی جواب بمونه چه عذابیه. حالا چی نوشته بودی؟ مهم نیست، دلم برای شوهرم تنگ شده بود. چرا همش توی خونه میشینی؟ برو بیرون یه چرخ بزن. دیگه الان دیره، امیر حسین الان از مدرسه میرسه خونه. بعدم امروز توی فال هفتگیم خوندم برای متولدای شهریور بدشگونه، بیرون نرم بهتره. خلی دیگه هومن، تو رو خدا مواظب خودت باش جان من. حسام اصلا با تماس نگرفته؟ اگه گرفته بود که بهت میگفتم، بی خود نگرانشی. آخه تو نمیشناسیش. خیلی خوب، برو به کارات برس، دیگه مزاحمت نمیشم. خداحافظ. مواظب خودت باش. یه قرص بخور. چطور دوباره؟ هیچی. اه، خدا رو شکر. تو مثل کبک سرتو کردی زیر برف، فکر کردی هیچکی نمیفهمه تو چه کثافتی داری دست و پا میزنی؟ من؟ طوری شده؟ ساسان زندگیمون داره میره تو 12 سال. میشناسمت. چند سال دیگه باید زندگی کنیم که بفهمیم اشتباه کردیم؟ چرا همتون وقتی سنتون میره بالاتر اینقدر غیر قابل تحمل میشین؟ من اینو نمیفهمم. از زنها بدت میاد؟ چجوری صبح تا شب دنبال بعضیاشون داری موس موس میکنی؟ هممون؟ چش روشنه چی؟ اونا جذابترن؟ آقا بس حله دیگه. حله. ما همون خوب میدونیم که قصاص از مزیت‌های دین ماست. این هم نباید فراموش کنیم که قصاص لازمه. اما فرهنگ گذشت رو باید تقویت کنیم. آقای ایرادی هست.
اینجور مقاله ها نیاز به یه آمار دقیق دارن. تو هم شما دقت کردین که ما داریم یه جورایی عددسازی میکنیم؟ خب بعد نیست با یه جرمشناس درست حسابی هم مشورت کنیم. اعدام شدن که نباید واسه طرفش مزیت. نمونش هم همین مورد شهلا جاهل. ما فقط میخواییم یه وجدان بیدار باشیم همین. اینکه اولای دم ترقیم بشن که رضایت بدن. عدد و رقم واقعی تو این قضیه خیلی مهم نیست. اگه طرف قاتل هم باشه خودش توی اعدام قربانیه. البته درصد موفقیت ما خیلی پایینه با این عدد ارقام. فکر نمی‌کنم. به لحاظ ریاضی زنبورای درشت با بالای کوچیک نباید بتونن پرواز کنن. ولی تو واقعیت این کارو می‌کنن به راحتی. میتونی جواب بشه. نمی‌تونی. قضیه اسم چی شد؟ سیب زمین خورا. چی دیو کنم؟ ولی فکر میکنم موضوع حل شد نه؟ ما با هم توافق کردیم که یه اسم یه بخشی باشه. فکر میکنم همون حکم هم خیلی خوبه. حکم که همون فقط موافق. سیگار میکشی؟ نه من نمیکشم. چیز دیگه چی؟ نه اصلا تفریحی؟ نه اصلا هیچ وقت سمتش نرفتم. تمام زندگیم. تو چه نویسنده هستی که سیگار نمیکشی؟ نه سیگاری هستم الان نمیکشم. در ضمن نویسنده نیستم. ولی رفقات که گفتن همه رو تو نوشت؟ نه اونا که بله اونا که مقاله است. من فکر کردم منظورتون داستان نویسی و ایناست. وقتی میگم نویسندگی منظورم همون نوشتنه. بله. ببینم مگه تو رشتت ریاضی نیست؟ بله. پس چرا نصرت جفت روزنامه نگارم هست؟ بذاری که رو برات بخونم. آن کسی که مرتکب قتل نفس شده صفتش آدم کش است. اکنون همین آدم کش را در مسیر و چرخه محاکمش به قصاص و مجازات اعدام محکوم میکنیم و با تناب دار به زندگیش خاتمه میدهیم. حال این اوست که صفت قربانی را میگیرد. یعنی در واقع فاصله دو صفت آدم کش و قربانی تنها به اندازه زخامت یک تناب است. نصر حرف نداره. اینا فقط یه فکر جمعیه. من نویسندشون نیستم. من حتی بعضی موقع فقط تایپشون میکردم. یه ایده جمعی بوده. یعنی یکی برات دیکته میکرد و تو هم مینوشتی؟ نه مثلا اینجوری نیست. مثلا همین دگردیسی قاتل به قربانی ایده یکی از بچه ها بود. وقتی مطرح کرد همه خیلی خوششون اومد، تصمیم گرفتن که تبدیل به مقالهش بکنن. خب منم در واقع مقاله ها رو پیاده میکردم. نوشتمش وگرنه فکرش از کسی دیگه ای بود. کی؟ نیما؟ نمیدونم الان یادم نیست. نیما؟ نمیدونم. نه یادم نیست الان. کی بود؟ فکر اولیش مال نیما بود. ولی خب اون مقاله اصلا مشکلی هم نداره. مقاله اصلا راجبه یه تحلیله. در واقع ترغیب بکنن اولیای دمو برای اینکه رضایت بدن. صحیح. بله. اون وقت خانومت هم کمک حالت بود؟ نه اصلا اون توی مایه نیستش. آخه شنیدم یه خانومی هم تو بعضی از جلسات باهات میومد. هر کی گفته دروغ گفته. اسم همسرت چیه؟ مهرنگیز. از تینا کیه؟ چند تا زن داری؟ تینا یکی از آشناهامون بود. من چند بار باش هممسیر شدم. در واقع خواهش کرد که برسونمش. خب چون هممسیر بودیم چند بار اومد شرکت کرد توی جلساتون. چند بار با هم هممسیر شدین و بعد اومد تو جلساتتون؟ نهایتش خیلی بشه دو سه بار. ولی اصلا تو موده اینجور جلسات نبود. حتی چند بار با من دعوا کرد که اینجور جاها نرم. اصلا نمیدونست که داره توی جلسه نشری زیرزمینی ممنوعه شرکت میکنه. اینا با
بازم از این خانم تین برامون میگی؟ باور کنی اصلا قضیه تینا یه چیز دیگه است. جریانش قضیه تینا عاطفیه. من هم شما خودتون مرد هستین درک میکنین که من چی میگم. تینا اصلا هیچ ربطی به این جلسات و نشریه ممنوع نه اصلا نداشت، هیچ ربطی نداشتش. آدرس این خانم تینا رو به زمینه شماره تلفنش اینجا بنویس. اصلا تینا تو این جریانات نبوده، یعنی کاریش نداریم. بنویس. اسم و شماره تلفن. کجایی؟ من نمی‌بینمت. کجا؟ چه دنیای کوچیکی. ببین آقای تقوی، بحث ما از اساس بی اساسه. این خانم خیلی وقته که دیگه همسر شما نیست. احوال الانش هم به خودش مربوطه. ببین این که الان چه غلطی دارین میکنین برام مهم نیست. از ازدواج موقتتونم با خبرم. فقط اون دو ماه پیش بچه سخت کرده. وای به حالت، وای به حالت اگر عده نگه نداشته با شهروزی. اصلا چه غلطی خواهو؟ اینو داشته باش تا بعد. اصلا خودمون هم باید یه فکری بکنیم. صد درصد. اومد. سلام. سلام. چطوری؟ همین الان زایی که خیرت بود. درد شده. چه خبر؟ سکت نکن حلالزاده ای یا چه خبر؟ میگم این سنجش حلالزادگی اینقدر به این سادگیه. بچه مردم لغمت دور دهنشون میچرخونن میرن تست دیگه میدن. نگران نباش. از خود مطمئن باش بسته. چه خبر؟ چی کار کردی؟ همین الان داشتیم با ساسان صحبت میکردیم. نظر اکثر بچه ها اینه که ما مخاطبمون بیشتر عامه مردم هست، پس تا جایی که امکان داره باید رو احساس کار کنیم. هرچی مقالاتمون بخواد احساسی تر باشه تأثیر بیشتری میتونه داشته باشه. مقالاتمون احساسی تر کنیم دیگه. با هم رفتش شیفت همش احساس و احساس. مگه نامه عاشقانه به بچه مدرسه یا میخوایم بنویسیم؟ من در صورت میخوام تاثیرگذاریش بیشتر بشه موبایلت. معلومه. بله. الو. چرا جواب نمیدی عوضی؟ چی از جونم میخوای مرتی که؟ چرا دست از سرم ور نمیداری؟ پدرتو در میارم. ازت شکایت میکنم. طول درمان گرفتم یک ماه. تو دیگه داری شورشو در میاری. اون زن قانونی منه، بفهم. تو فقط شوهر سابقشی. از رنگ نارنجی متنفرم. ما خیلی تحقیق کردیم. حسام توی تمام این مدت کل بوده. پسرش امیر حسین هم اینو تایید میکنه. امیر حسین همیشه از من متنفر بوده. اون شماره هم ردگیری شده. از اون شماره بی نشونه. جالب نیست. یه جورایی خودت تبدیل شدی به نمونه عینی سوژه‌ای که با رفیقات تمام این مدت روش کار میکردین.
چی خواهش بکنم؟ بفرمایید. اگه ممکنه همسرم در مورد رابطه‌ام با آیدا چیزی متوجه نشه. تو اصل قضیه تأثیری دارم. خیلی برام مهمه. بالاخره خودتون مردین، درک میکنین. نه متاسفانه درک نمیکنم. ادامه بدم. از رنگ نارنجی نفرت دارم. الو آشغال حیوان کجایی؟ چی شد پس؟ همه کسافت کاریاتون رو فهمیدم. مطمئن باش پیدات میکنم هر جا که باشی. خیلی زود. پس کجاست؟ میتونستم بیهوشت کنم، اما گفتم شاید برات عوارض داشته باشه. به هیچی فکر نکن، فقط هم نفس عمیق بکش. داروهاتو باید مرتب بخوری، شبم باید اینجا بمونی، هفته دیگه هم باید بیای مطب ببینمت.
ببین کسایی که به طور خود خواسته بچه‌شونو میندازن بعدش ممکنه دچار افسردگی حاد بشن. تغییر تو زندگیت بده. چه میدونم موهاتو رنگ کن، لنز بذار، برو سولار برونزه کن، همه تعلقات قبلی تو بریز دور. اینطوری بهتر با شرایط جدیدت کنار میای. مواظب خودت باش. وای چقدر باحال اینجا. آره بابا اومده بودی قبلا؟ آره خیلی. سلام. سلام. باحالی. وای من عاشق باقالی هم. وای میدونی من چند سال باقالی میخوردم؟ بود بعد از مدرسه برم باقالی فروشی. آقا یه ذره باقالی با هم میدیم؟ میخوری دیگه؟ آره حتما. چرا هم دوست داری؟ عاشقشم. مثلا چه ماهی هستی؟ شهریور. بذارم طالع تو برات بخونم. طالع دیگه خودم نوشتم، مجله های قدیمی هم. متولد شهریور. خود با دست خود کمر به نابودی خود بستید. اگر زن هستید به یک بار دچار یأس عمیق خواهید شد. از همه میبرید و حتی فرزند درون وجودتان را از دست خواهید داد. خود را برای روزهای سخت آینده آماده کنید. چرت و پرت. جدی نگیری یا نوشته های قدیمی هم. میشه دیگه نوشته های قدیمی تو دنبال خود نیاری؟ من خیر سرم مجله های قدیمی و خودم آوردم برای تو بخونم. تو عد باید شهریوری باشی؟ آره شهریورم نیچی آره. بدشانسی منه. بودش کنم اصلا بهش فکر نکنیم. اسم بچه رو چی بذاریم؟ اسم بچه رو منو چون میتونیم انتخاب کنیم دیگه؟ فکر نمی کنم مهری ایراد بگیره. نه شد. ببین ساسا، تا الان هر ساز زدی باش رقصیدم و حرفی نزدم. ناخواسته تو مسیرهایی افتادم که اصلا فکرشم نمی کردم. بارداری مصنوعی و چاپ نشریه ممنوعه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه. اینم میدونم که تو پسر پیغمبر نیستی و موازی من هزار تا دختر دیگه تو زندگیت هستن. بله. اینم میدونم که انقدر تو این مدت کم بهت وابسته شدم که الان اینجا روبروت وایستادم. بله. نمیدونم، شاید دیوونگی منه. میتونم ازت یه خواهشی داشته باشم؟ بله. جون من دیگه اسم مهری و جلوی من نگه. بله چشم. خب اسم این دختر میاد تمام بدن من قول میدم دیگه اسمشو نگه. کجا بشینیم؟ بگو جون من کجا بشینیم؟ نمیگی؟ کجا بشینیم؟ ساسان کاش تماس با خانواده طرف میگرفتی. گفتی چی بود اسمشون؟ امیری زنگ میزنم دست دردن. زنگ میزنی؟ زنگ میزنم. هنوز زنگ نزدی؟ بابا اگه بچه ها پیگیر بشن چی میخوای بهشون میگی؟ زنگ میزنم با فردا زنگ. نیمای بدبخ این همه بهت گفت زنگ بزن زنگ بزن، هنوز زنگ نزدی؟ فردا زنگ میزنم. ببین هرچی به تاریخ اجرای حکم نزدیکتر بشیم بهتره ها. شاید اونا هم دلشون به رحم بیاد بیان رضایت بدن قالشو بکنم بره. البته اون چیزی که من شنیدم از این آینه رضایت بده نیستن. 10 تا آدم گردن کلوف رفتن در خونه شون. چی بگی؟ یعنی چی؟ یعنی بی فایده است؟ دست درد نکنه؟ بی فایده که نه حالا. ولی حالا ما واسه تنظیم مقاله داریم بهشون زنگ میزنیم دیگه. میخوام به یه داستان رئال استناد کنیم. پس رضایت هم یه ذره تلاشمونو میکنیم. مفتی؟ دلیل قتل چی بود؟ دعوا دیگه. همین نزاع خیابانی به قول این روزا من نگارم. با حق دارن اگه نیان رضایت بدن دیگه. واسه یه دعوای مسخره تو یوم میخوام واسه بچه‌شون داغدار بشن. الک. البته موضوع مقاله ما فرق میکنه دیگه. ما داریم در واقع میگیم که اعدام حل دار مشکلا نیست. یا قصاص کلا. البته چیزی که تو میگی واسه جامعه آلمانی معنا میده. خودت بیا یه ذره تصور کن. ببین اگه این مجازات اعدام رو بیان بردارن چه گوی بازاری میشه این مملکت. همین الان خیلی واسه ترس از همین اعدامی که نمیان کاری بکنن. حالا قتلایی که اتفاقی میفته رو ولش کن، اون قتلایی که میان واسهش برنامه ریزی میکنن 10 برابر میشه. خانم شما طرفی کی هستی؟ طرف ما یه طرف اون بریه. خیلی نامردی. خودت هم میدونی که من تو این بازی فقط به خاطر تو اومدم. البته یه چیزی هم بگم آه. اولساتاش به بعد بعدم هم نیومد. این هم پشیمونیم؟ نه ولی شما کرمشو انداختی تو وجود من. پشیمون که نیستی؟ پشیمون که نه. تمام شد. ولی بچه ها یه جوری هم نه.
اصلا خودم حالم زیاد ازشون خوب نیست. حالا این جریان رو تماشا کات میکنم. من یه زن نگرانم. تصاحی نشریه زیرزمینی کار بده دستم. تو چرا باید نگران باشی؟ تو اصلا که اگرم نگذیم اسمی از تو نبوده هیچ وقت. منم اگه بگیرن زیر سلابه هم ببرن اسمی از تو نیبرن. خیال دهن مطمئنی؟ فرمانده من چی بکردی؟ تو من نمیشنسی؟ ببین این خط اینم نشون امروز رو یادت باشه اینجا هم یادت باشه تو رو نگرفته یه چک تو گوشت نزده اسم و فامیل و آدرس و همه چیه من رو لو میدی خیلی اذیت شدی انشاءالله امروز خلاص میشی دیگه هم مرتکب اشتباه نمیشی فقط یه مورد هنوز برام جای سواله شما که دختر باهوشی هستی چطور ملعبی دست چهار تا جوان شدی من بازیچه دست کسی نشدم آقا من نمیدونستم اونا کار غیرقانونی میکنن البته الانم معتقدم که اونا هیچ کار غیرقانونی نکردن یعنی شما هنوز روی این موضع مصری که کسی بل اجبار پای شما رو به اون جلسات و نشریه باز نکرد بله اجبار واسه چی؟ همونطور که خودتون گفتیم من دختر باهوشیم پس بل اجبار جایی نمیرم هر جایی هم که میرم به میل و اراده خودم میرم دخترم شما خیلی کم تجربه ای قهرمان بازی و ایثارم چیز بدی نیست ولی برای کسی که ارزششو داره این آقای انصاری و رفقاش همه جوره تو رو فریب دادن من شاید بتونم موضوع مادر اجاره ای رو درک کنم ولی اینکه پای شما رو به اون جلسه نه آقا به خدا اینجوری نیست چرا نمیخواین بفهمی دو روز من دارم میگم اینجوری نیست من به اجبار تو اون جلسات نمیرفتم بابا اون ساسان بدبخی هر روز به من میگفت این جلسات به درد تو نمیخوره نیا به خدا من خودم به خواست خودم میرفتم باور کنید دیگه چند بار من بعد این موضوع رو براتون بگم صحیح این آدمی که شما داری ازش دفاع میکنی همین شازدهی که 48 ساعت بهش وفاداری 10 دقیقه هم دووم نیاورد ظرف 2 دقیقه همه چی تو لو داد محاله محاله ممکنه شما یه نگاهی به این برگه بنداز دست خطشو که میشناسی انشاءالله باوری سخته فکر نمی کردم فکر نمی کردم تو اینقدر این آدم نامرد بشه این اینقدر غریبه شدی؟ تا همون آدمی هستی که میگفتی عاشقتم؟ تینا همون آدمی؟ چی شده؟ اینقدر نمدای مثال شدی که معیار رو تغییر کردن؟ آره؟ معیار رو تغییر کردن؟ تینا معیار رو تغییر کردن؟ سعی نکن آدمی که تصمیم نهاییشو گرفته رو منصرف کنه
این رابطه اصلا نباید پا میگرم، نباید انقدر جور میگرم. هر سری خواستم تمومش کنم، ما همین کلی بازیات و با همین فلسفه بازیات نذاشتیم دیگه، بسته دیگه، طاقتش رو ندارم سازن، دیگه جونش رو ندارم، خستم بفهمی، خسته شدم. الان خواهی چیکار کنی؟ بعضا زندگی مو هم از میتونم میرم سودم بنزینش میزم، خودم رو از این حال و روز در میارم. لنز که بذاری اینه که کارداشتی هم بشی مطمئنم. آدم ها تو مقطع های مختلف زندگیشون معیارهای زیادی برای سنجش زندگی دارن. حتی گمان میکنم این معیارها از هر آدمی به آدم دیگه فرق میکنه. ولی من یه چیزی رو مطمئنم. اینکه تا همیشه این بچه تمام زندگی منو مهریه. ما تو اون سالا خیلی اتفاق رو از سر گذروندیم. خیلی سختی کشیدیم. اما حالا که به پشت سرم نگاه میکنم میبینم این بچه شاید پاداش همون روزای سخته.